دوستای عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع هستم. امروز هفته ماه اپریل سال 2018 میلادی است و ما در یک برنامه زنده باز هم در خدمت شما هستم. قسمی که همیشه میگم برنامه های زنده ما یک پل ارتباط است بین ما و شما و ما روزهای شنبه میخوایم و میتونم که میزبان عقاید، نظرات و پیشنهادات شما باشم. اولین چیزی است که لطفاً برنامه ها را شریک کنین با دوستایتان که اونا هم با ما یک جای شون. یکان دفعه شاید که گپای ناخوش بشنوین از شریک ساختن، اما پشت از این گپا نگردین. اگر که این چیزا مهم می بود، ما هم به خود حق توهین نمی دادم که کس به توهین میکنه، اما در یک جامعه که یک قدر شکسته و ریخته توهین دیگه وجود نداره جز توهینی که خودت با خود میکنی که وطنت هم میفروشی، مردمت هم میفروشی، اونو یگانه توهین است. اما این که ما و شما برای حق و عدالت در مملکت خود مبارزه میکنیم، برای آزادی مردم خود، برای حریت و استقلال کشور خود، این کدام توهین در این وجود نداره، کس ما را توهین نمیتونه و این شما باید که بفهمین و استاد باشین چنان که هستیم. از هر یک شما سپاس میکنم که روزهای شنبه با ما میشینین، برنامه ها را شریک میکنین و دیگه برنامه های ما شریک میکنین. زیاد سپاس میکنم. یک بار اجازه بتینم که اینی در اینجا میره پیست کنم، بعد از او ما میریم در صفحه اصلیم و برنامه ما شروع میشه، یعنی اگر که شروع نشده باشه. این حالا ما پس میریم در صفحه اصلیم نوشته نمونه که یکیاد شما که میگین که برنامه هایتان به من نمیرسه، دمیسه بالا، دمی جایی که لایک از بازده پولیش فالو نوشته شده، او رو باید کلک کنین که همیشه ما که برنامه های ما پست میکنم به شمول برنامه زنده پیش شما گفته آدمایی که با خود زیاد احترام و ارزش قائله تشریف بیارن. امروز معذرت میخوایم کم ناوقت شد سرم. یادم آمد از یک سنفی ما در مکتب که در راه که میامد آیسته آیسته میامد، این کار سر ما امروز شده. آیسته آیسته میامد تا مویسه آخر که بسیار وقت خلاص میشد. مثلا در راه میامد پیش شور نخود والا استاده شو، پیش شیریک فروش استاد شو، این طرف دخترها سیکو ایسو ایسو، خانه که میامد در مکتب که میرسید که ناوقت شده. اما تو یک دفعه به دوش شروع میکرد. باز مکتب ابی بیا سن شام کلان بود، دالیزا شام کلان بود و خلاصه این دیگه با می یک دوش خود در سنف که میرسان دروازه رو تق تق میزد و واز میکرد معلم صاحب اجازه است. معلم میگفت باز ناوقت شد سرت. آه والا سید بسیار والا را بیروبار بود، در حالی که رایش بیروبار نبود. همی کار سر ما امروز شده که ما هم تو ایک در فکرم نبود که شاید که امروز ناوقت شود. قرار کرده در میجش گفته امریکا تیک دیزی کردیم تا که چی شده، تا که نوخ وارد شده، که وقت که رسید تا کل چیزا رو تیار کردیم نوخ شد. دوست عزیزم بفرمایید. دوست عزیزم روی خط هستیم. آقای عیار امیدوارم باشین. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله. بفرمایید خدا معرفی کنیم. شما را سلام کردم از بیتن نام رئیسه بسیار 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 کلپ شما را دیروز من طریق یوتیوب شنفتم، عین هم و عقیده را مهم قبل از این اطلاع گفتنی شما را بشنم به دوستان. اینمی مسائل انتقاری و کشتن و در هر گوشه و کنار مردم بیگناه کشته میشه، از انمالا گرفته تا پارلمان تا پند اعضای چی در فکرات نظامی چی در ملکی در دولت، اینا یک کلمه تحصیف و خودنه میگن همه بیره پشتکار خود مثل یک کار نازی فکر میکنند. اما یک چهار طالب تفسیر به خول دو بغل کشتن، اینا همه حتی پارلمان و خود نصف اعضای دولت حال میخواه یک میلیون دلار افغانی بیتره به اسلام مصرف کنن برای انوستگیشن کنن که چرا تشده چی شده. برای طالب دادن اینجا که این طرف چی گفت که اما که انسان دیگران کشتن
اونجا اونم چه چه مرد شما کلان داشته اونجا طالب هست همون جا طالب که باشه منطقه اونا نمیتونن مستنگزی شود من این مردم والا تا کمی نسلی که از ابتدای جهاد وطن رو برباد کنن که تا ریشتبیت نشه بمارگ خود نمره مرد نگیریش اگه وطن رو جور کنید باید من تصمیم میکنم در همه جای این جرم انسانانی که جرم جرائم انجام میشن در دولت در هر جای هست حال همه میخواید وطن پرست انسان دور شد بخاطر یک چند تا طالب که از بین رفتن از دولت گرفتن تا پارلمان تا کلک گریبان میدنه که باید بررسی شد چی بررسی شد؟ چی بررسی شد؟ ما فکر میکنم که گپ شما یا گپ درست است در افغانستان ما بارها در برنامه های ماندیم که در مناطق پشتون نشین یا مثلا در قندهاری نیست، در هلمند نیست، در مناطق پکتیا است، در مناطق نورستان است، در قندوز است که اینا اطفال 6 ساله، 8 ساله، 10 ساله را ماشیندارا دادن و ترین میکنن برای قتل و کشتار. اینا را الجزیره ریپورت داده، کشورهای دیگه رفته ریپورت داده و یه یکی دوتا نیست، بسیار زیاده. وقتی که تو طفل 8 ساله تا میگیری که برای قتل و کشتار ترین شوه در جای خود بم بانه خود بکفانه ماشیندار بگیرن مردم را بکشه، تو باز نمیتونی در عین زمان بیایی در سر سرت بزنی که والا بچه ها که 8 ساله کشته شد. یعنی کشته شدن یک طفل یک مسئله از که قلب آدم مشکنانه، اما در افغانستان در این شرایط که است متاثر کننده ای نیست که یه اطفال کشته شده، متاثر کننده ایست که مردم طفل خود میتن برای طالب که شو در زیر پای خود استفاده کنه مثل توشک واره روز در دستش تفنگ بده اولاد مردم رو بکشه. یه اطفال بیچاره که استفاده میشه اگر مردم تظاهرات کده نیست برای از این تظاهرات کنه که اطفال غرض نگی طالب گنده گلبودین گنده، طفل غرض نگی کسافت خودت برو جنگ کن. اما اگر تو طفلت توفه میتی برای گلبودین، توفه میتی برای طالب، در دستش ماشیندار میتی و در یک منطقه مسکونی میاین و میتنگ میگیرین که موترا از پاکستان آمده که تا بیرقای پاکستان و ماشیندارا و توپ و توپخانه ایخ هم مردم هم هر دفعه شما میکشین، بالاخره یک دفعه یک دو دانه راکت خورد یک ده نفر در اینجا به جهنم رفت. اگر وشتکام رفت جهنم جایش، اگر کلان هم از جهنم جایش. این کار اونو کثافت هاییست که اطفال استفاده میکنه، کار غنی کثیف از کار اونو مردم هاییست که دندغوری را دادن به طالبا، دشت هرچی را اعلام کردن به طالبا و امیالی هم گلبودین میگه که مناطق بتین برای طالبا. وقتی که تو میگیری اطفالتا تفنگ میتی برای قتل و کشتار تربیه میکنی، او را دیگه کس به عیس طفل مد نظر نمیگیره. در اینجا یک چیز متاثر کننده است که باید جلوگیری شه که مردم طفل خود نتا به طالب. اگه میتی دیگه باز اینجا نه، اینجا باز خودشان هم آمده که مون مبارکی وایو، یو زل بیا مبارکی وایو، یو زل بیا مبارکی وایو، در شهیدان شویده خالک مبارک میگی، ما میگیم مبارک، ما که میگیم مبارک باز تو قار میشه که چرا در کشته شدن اولاد خوش شدی، خود طالب میگه مبارک، ما میگه مبارک. اینی واقعیت هم برای این کمان رو تاتو ببینید همه از یک هنجره صحبت بگرن این هرچه به دوم تصیب غصرفانی میگه که اونا دل پاره میشه ولی امتحان خداوند است. این طرح والی ثابت غزنی و به خاطر داره دیگه به سایبان کن زمان این طرف کشته میشه میگفت که خداوند نصیب شد این طرف شده بود بان مقال برامد اینا ما که میگم که از طریق اسلام هر قربت کنی زن نصیب است همه شلهام است از اسلام گرفتن که جایش که رسید دیگه که ملامت است میگیره دای خدا بود جایش که یک مبارزه میکنم همین کلش حالا که یک باز هم اطمئن است همین از پول اشخاص را که اینا تحت تربیه میگیرن از اینا را از رادیو خبر تماس با مردم دور نگو میکنن اگر اونا که بشنون که خود از اینا چرا پیش خداوند نمیرن و حقور یا جنت قبول نمیگرن که خودشان نور گرفت میشن از پول مردم هست این مردم جاید از کلش از بیرتباطی و جهالت هست ولی تاسف دیدم این مردم جلد از پارلمان گل مخل بر آمده اما پارلمان گریبان پارا میکنن که بعد چی بررسی شد چی بررسی شد؟ حالا پول غریب بیچاره را که بیورده که به مکتر که شهید را روان شد حالا یک مدت یک نارپاک و کسی به دیگه پول میتر
اولین چیزی که شما میخواهید این قضاوت ها رو کنیم بریم به یاد و خدای خودتون قرآن رو بکشید، تاریخ اسلام، سیرت رسول الله رو بخونید که برتان اسلام واضح شده و دیگه رای زندگی تان رو پیدا میکنه. در غیر از او میگه قرآن قبول کنید یا یک جای فتوا بدید بدبختی باش، ما بدبختانه که نخواد زنده باشیم که ما حکمای قرآن ببینیم کشتر انسان دیگه نشنویم. حالا جای تاسفت کاملا کاملا بسیار خوش شدم. اما پیش از اینکه ما با برنامه خود برم خواستم ما شما را میگذارم دوست عزیزم، خداحافظ شما. امروز در این قسمت تصویری که هست تصویر شاعر گرانمایه ما رازق فانی است. تصادفی امروز یکی از اشعارشان را خواندم، یعنی تحقیق نکرده بودم، متو پیش چشم انتهی شد و ما ای را خواندم، بسیار خوشم آمد. و تصادفی امین ماه اپریل سال 2007 ماهی است که وفات کردن. امین شعرش بر شما میخوانم، احتمال داره که برای اوزای وطن ما همچنان سر بخوره تا حدود بسیار ببخشین یک ثانیه. آقای رازق فانی را اعتیادتان شاید فکر کنین، یا خود آقای ایدر سلیم بگوید که وی عکس مرم موندی، کم شباهت چهره موجود است و خصوص موی ها. تنه بر خسته ره روان نزنید، این شرایط امروز افغانستان است. یکان دفعه ما هم مردم افغانستان ملامت میکنم. آقای فانی میگه تنه بر خسته ره روان نزنید، یعنی اگه واقعا در جای مردم افغانستان بعد از 40 سال جنگ خود قرار بدیم، بسیار توقع بلند ازشان داشتن میتونیم. تنه بر خسته رهروان نزنید، بوسه بر دست رهزنان نزنید، که در مملکت ما متاسفانه امی بسیار مروج است. تنها دستی که مانده دست رهزن است، چی به نام دین چی به نام سیاست مدار. چون کمان کهنه شد کمان کش پیر، به هدف تیر از آن کمان نزنید. تکیه بر زندگان کنید ای قوم، که در وطن ما هیچ مروج نیست که می سعی کنی که فلان رهبر خوب بود و کسایی که فوت شده. تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید. هیچ گاه خزف گوهر نشود، خزف همی سفالی یا گلی، همی کاسه گلی یا سفالی که ما شما داشتیم که از گل بازور پخته میکنن در داشت، اونو را خزف میگن. هیچ گاه خزف گوهر نشود، خاک در چشم مردمان نزنید. چون خود از همراهان قافله اید، و این بسیار صدق میکنه امروز ما، چون خود از همراهان قافله اید، همراه دوست کاروان نزنید. امروز دمی جیب می افغان که 10,000 دلار یک شبکه جوسی بانه، لنگایش بیدبی ما والا میشه. خودش در کاروان روان است، اما کت دوزا امی کاروان را که خودش شاملش از دوزی میکنه. او روزا بچم کی از امریکا وزیر خارجش بود یا وزیر دفاعش میگفت، یا یک جنرالش بود، میگفت او مردم افغان و عسکر افغان اصله خود به طالب میفروشی، به گلبدین میفروشی که تمو اصله کشته میشی، نفروش اصله تا. چون خود از امرهان قافله اید، همراه دوست کاروان نزنید. باده با دوست در عیان چه خوردید یا چه خورید، لقمه با غیر در نهان نزنید. و این لقمه با غیر تقریبا در افغانستان همی کلانای ما کلش میکنند، لزیان نوکرهای شبکهای جرسی شده. او روزایی که مردم به خاطر وطن جنگ میکد و کشته میشد از بین رفته. اینی کسافت هایی که در بالا مانده، آل بدالر گرده میفروشند، بدالر بوتل خون میفروشند، اونو اولادک های خرد مردم تفنگ میته به نام جهاد. شو در پالوی خود خواه میتش
یعنی خود توشک مسجد خود جورش میکنه، روز رایش میکنه که بکشه که کشته شد، باز میاین که بیای گریان کنیم که بچه ها کشته شده، تفلک ها کشته شده، زمون کوچنیان. متاسف هستیم که این کار میشه. در مملکت ما هر روز اولادا کشته میشه. در او شما چشم ندارین، کور هستین، از چشمتان عشق نمیره، بازدمی که میرسه. والا 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 ما شمان، والا والا ما شمان تفنگ داده اینی، والا والا ما شمان بیچاره دیگه که مکتب میره، در رای مکتب کشته میشه، در خانه خودشته انتحاری میشه، کل مردم هم میکشن. این را اونو را باید تقبیه کنیم و در یک قسمت باید والا والا ما شما را تفنگ نمانیم که به تا اولاد ما را ببرن، اونو را باید اجازه نتیم. بخواهیم این دوست از این روی خط هستیم. سلام علیکم سید. سلام دوست از این. خوب هستیم خودم معرفی کنیم. اسمه نقیب و حافظ، ما از کالیفرنیا گرد بزنم. بسیار خوب آقای نقیب، بفرمایید. مهم افغان در افغانستان و در غرب. بله. یعنی اصول بانکی غرب بودی بانک پتر و ریسنلی آمده بود امریکا کمگاهی پرزیدنت ترامپ کبزد میخواستم که اینا در خط میامون بزرش فرم یک جنگ بدینا شروع کنن امرای روسیه. بله. چون سیستم بانکی از نفتن کلاب نست نام بخواهیم بود نمیخوان که خود در نام بخواهیم بخواهیم که سیستم بانک در جنگ تارمان کنن، یعنی جنگ این سیستم بانکی را از بینید. بله. دیگه اینی بیشتر در مهم است برای مردم که باید بفهمه. یعنی میگیم خب بفرمایید. نه شما ادامه بتین. دیگه چیزی که بیشتر در مهم است در ما مردم افغانستان اینیست که انسان یک انسان است، چی استاد باشه تا چه کزاره پشت نظر بسید باشه. آمده همون فلسفه افلاطون است که 400 سال قبل میلاد گفتن که انسان در آینه خداوند خداوند تعالی به وجود آمده. بله. و انسان باید که کارهایی را کنن که اون به نفع انسان تمام شد. کاملا. مثلا اگر شما دیسکوری افلاطون را مطالعه کنید، اون شکل افلاطون یاد میشه به نظر ساینس بسیار زیاد مهمه. بله. و یعنی خودش تا امروز افلاطون کپیتال از نظر ساینس غلط، یعنی از نظر ساینس روش نکردم که یعنی خود نیمی گفته که غلط و افلاطون اینا درس هم نمیدن. بله. در غرب، نه در غرب نه در شرق. بله. به خاطر اینکه بر ضد فلسفه امروز امروزی تیک بانکرا امروز میگن که نه انسان از شادی به وجود آمده. بله. یعنی حیوان است، انسان حیوان است. بله. و برای شاگر شما باش خوشی رو میشنم بکنید خوش میشه و از یک چیز از غم و اندور با میشانی برای شان رنگین میشه. بله. یعنی دو فرصه پس به دلار که و هم میجن با و یعنی دو فرصه پس که مثلا امریکا رو خواهد میسازن در قطعی بوش در امریکا هم از اروپا آمدن و هم داخل امریکا یه شخص از در ضد فلسفه انگلیش و اینمی مردم هم در امریکا فعلا امریکا همه خلاف من ببرن. بله. یکی اینمی مثلا لون حساسم که میگم کمی
یک شخص مثلا میره در مکتب یا در بیاد در مال یا مدون میشه اینا میخواییم که قتل هر نحسار دم بشد بله و این اینی از هر که من بخود این همین مالیس نیست در افغانستان قتل هر از مدون گرفتن با بزرگ کمیشتار آوردن در افغانستان بله همین مالیس این همه خیلی که در امریکا بکنن بکنن ما بسیار تشکر میکنم گپای شما را دوستا شنیده و گپای درست آمسته باز در برنامه های دیگه باز شما را میگیریم چون امی دوستای ما که از کم کم میخواییم که از کلگی بشنان ما زیاد سپاس میکنم دوستای زن شکر بسیار شکر بله بفرمایید دوستای زن بفرمایید دوستای زن با آقای شفیع ایار میتونم که تلفن بزنم دوباره بفرمایید دوست عزیز با شفیع ایار تلفن کنید خب بسیار خوب بفرمایید شفیع ایار هستم شما همراه ما هستین بفرمایید خوب هستین آقای شفیع ایار تشکر باشین می صدا رو ما ببینیم صدا رو یکم که بلندتر صحبت کنین کم شکسته و پخش می بفرمایید بله. من خواستم من برنامه شما رو میبینم من خیلی خوشم میاد و بعضی اعتقادم یعنی تقریبا درباره نظر شما برای من جور نمیاد بعضی چیزا دارم میخوام برای شما از شما سوال کنم بفرمایید بفرمایید دوست عزیزم بله بفرمایید در خط هستین بفرمایید میخواستم بگم که درباره دین است آقای شفیعیار میگن که کتاب ما مسلمان هستیم من خودم مسلمان هستم فرزند مسلمان هستم از افغانستان هستم میگن کتاب ما بسیار مقدس است ما یعنی آخرین پیغمبر ما داریم ما بهترین هستیم میخواین این رو پرسان کنیم یعنی خداوند دقیقا توانایی داره که خداوند از کل دنیا را آفریده چرا چهار تا کتاب بر مورم میخواین ما رو کسی ما یعنی از اول کارش درست نبوده یعنی اولی شروان کده باز دیده والا این خوب نیست دون بار یکم از این کده مدرن تر شروان کنم یا چی میتونیم بگیم در این باره من خیلی کسی دوستان کسی امی بحث ما کنیم چرا چهار تا یک قدر توانا خب ما میره برای هموطنها یک تشریح میتم اگه شما در لین هم میباشین دوست ما میگه که خداوند وقتی که قادر مطلق است یک کتاب میفرسته کتاب دوم واجد نیست اما کتاب میتونه چنان کتاب باشه که کوران ببینه میتونه که بخونه و میتونه که فرا بگیره لازم نیست که یک کتاب دیگه باز بیایه باز بگه نه این کتاب بر ازیا یک کتاب بر شما یک کتاب بر شما و داخل انوز هم مردم ها جز جنگ به نام دین هیچ چیز دیگه نداشته باشن واقعا یعنی ما دمی قرآن آیت است که میگه اراینا نزد خداوند بدترین جانداران کر و لال هایست که عقل خود در کار نمندازه امی سوال که آقا کرد یک یاد که بسیار میخواین مذهبی باشن این سوال به نظرشان غلطه این سوال این نکو شک پیدا کردی نه خداوند برات میگه که اگه عقل تا به کار نندازی بدترین جانور هستی امی آدم عقل خود در کار انداخته در کلش گشته که حالا چرا چهار کتاب حالا خو یک کتاب ما از امی خاطر یکان دفعه میگم که امی طبیعت زیباترین و عامفهمترین کتب خداوند است امی کورم که باشی طبیعت لمس میکنی اگر بینام باشی اگر گنگام باشی اگر هر چیز باشی یک چیز را در طبیعت خوانده میتونی که تو را میبره تا درگاه خداوند که اگر چی را گفته نمیتونیم درگاه به شکل مشخص مانا نمیتونیم تا آستان خداوند میبریتن
یعنی اگر از امی کتاب که طبیعت از پایین بیایی کتاب دیگه مشخص است، اما یک پس که خداوند در هیچ کتاب خود نگفته که این امی کتاب کتاب دیگه را از بین برد و دیگه کتاب در هیچ مانا نداره، چون تمام کتاب به حساب قرآن هیچ کتاب خداوند از بین نرفته. این ملاها میگن و یک چیزی که دوست ما گفت که ما میگیم پیغمبر ما بهترین عالم ها، باز اینا غلطی های ماست که میگیم. در قرآن گفته نشده، در قرآن گفته شده که ما با همه پیغمبر ها ایمان داریم، با همه کتاب و با رسول و با یکتایی خداوند، اما این ما از بت پرستی یعنی محمد پرستی را به بت پرستی تبدیل کردیم و قبول کردیم که اینمی بهترین کل است. در قرآن میگه بگو که ما هیچ فرق بین پیغمبران نمیگذاریم. یعنی این جواب این سوال ما داده نمیتونم که چرا خداوند چهار کتاب رایی کرده، اما ما تنهایی را گفتم میتونم که قسمت زیاد از این گپا توهمات ما است از ندانستن قرآن. یعنی حتی اگر قرآن به درستیان بفهمیم این سوال ما جواب دادن نمیتونیم که چرا خداوند برای عیسوی رایی کرده بودی اونمو برای کل ما بس بود، یا برای موسوی رایی کردی خونمو برای کل اگی ما بود، حال خودت خود قدرت مطلق استی خونمو یک کتاب سعیز برای کل اگی ما. بفرمایید دوست عزیزم روی خط استین. اسم شما؟ سایپین فیزی. یک بار دیگر کما که در این خوب نیست فیزی. خو آقای فیزی گوش ما خوب نیست. آقای فیزی بسیار خوشحال است. سلام به شما، بفرمایید. خواهش میکنم شما کل تیم خوب است. شما و ما درجه یک معلمه داریم. خواهش میکنم که اینجا رکوانی تنهای باش میکنم از این آنان. بله خواهش میکنم به هیچ وجه خاک پایتان، بفرمایید. من میخواستم بگم شما در وقت از دوزان چادری در پسر عکس دارد یا یک نفر یک ویدیو رو گرفته اگر میشکایید بسید پیسته و من میخواستم بگم که وقت چه وقت بود شما چی میکردین اونجا؟ ما یک کتاب خدا اونجا پروموت میکردم، افغانستان جهاد صلح، و راجع به وضعیت زنا در زیر چادری در افغانستان که تازه دموکراسی را آورده بودن میخواستم گپ بزنم و او دو تا زن در زیر چادری به این مانا بود. حتی در کتاب هم یک شعره که بود که مثل ازی بود که زندان شکستان دین، نه زندانبان کشتین اما زندانیا را در زندان فراموش کردین. یعنی ما در امو وقت پالیسی حکومت افغانستان و پالیسی کشورهای اروپایی را در افغانستان میخواستم انتقاد بکنم که این زن را که شما در افغانستان رفتین به نام دموکراسی امیال کلگی شکته، اونمو مردم های خائن و قاتل و زوراور یک جا هستین و اونو کسایی که در اینجا برای کمک نیازمند بودن اونا را کلش شما از اینجا فراموش کردین، در موجه ایلا کردین که زنا امو بود در سر امو خانم در امو کتاب در پوشش یک خانم است که در سرش یک قفص سایر است و در او یعنی ما ایتو میخواهیم سمبولیکلی بگویم که امی زن که در زیر چادری است در واقع یک سایره دیگه است در درون قفص، مثل اینی سایره که در مابین قفص است و امو چادری را که مانده بودم با امو مانا بود. آه ولی کدام سال؟ شاید 2004-2005 اینی چیزا بوده باشه. و او را کدام کس دیگه که در شو بود از بریتن، ما فکر میکنم یک آقا بود که کتاب دیگه داشت، او گرفته بود در وجه در یوتیوب مانده بود. بله، سوال داشتم که این دوستای ما دانم وقتی که جواب بودن دوستای ما بود حالا کارسی کردن میبینم بشانه که در این سرک با دفع سلام نمیتن باز دخترهای خود چادر میپوشانن از امروش من میبینم که خوش شیفت هستن دیگه در اینان که وگوار بگی که این کار را نفت کارن نمیگادم بعدش میگه که دید دسمان گفته دسمان میگه با گفته که باید چادر پوشنی. من زد چادر نیستم مگر در اروپا همی چادر کرد بخیه هستم سرمازم بد خورده
میگن که دستکار رو نمیگیره شانا میخواین بگیره شانا خصوصا زنا را میگه یا سرازه زن شده زن در افغانستان مادر چون جادن میباشن میگه می نقشه آفت ما را که در سر تلفونیت بگیری میگه خراب میکنن. آها اینا مادر شما چادر اسلام هست؟ امی چادر هست؟ چادر در قرآن است، چادر در اسلام است. ما فکر میکنم که مشکل ما در چادر نیست، اما استفاده غلط از چادر است. اگر یک آدم در افغانستان چادر نپوشه، امیال در افغانستان چادر چی که چادری؟ مثلا ما اگر در افغانستان باشم، یک خانمی که با ما ارتباط دارم، ما برای زود توصیه میکنم که می چادری تا بپوش و قضیات بیرون هم نبره که جامعه پست کثیف لچک است. جامعه ما در می 10 سال بسیار لچک شده. یک زن که در آن بره، مردم در زیر چادری او را فکر میکنه که در صحنه لچ میرخصه. اما زن اگر بیای در جرمنی کته و چادری، با امو رقم معلوم میشه که در افغانستان به چادری باشه. بخاطر از این که در اینجا توی یک سپات لایت سرش مندازی، از جامعه بیرونش میکنی. اما یک اپس که خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش که در کل عرصه ها درست نیست، در بعض عرصه ها درسته. یعنی اگر ما خودم که یک لنگی و ایزاربند اینا را برم، این قدر یک ریش راستی ما میشرم. چرا در میجه که ما برم دینم امریکا که ما هستم، ما میفهم که 99% مردم با یک چشم بد طرف میبینه. چرا همه تا حالت ما باوجود بیارم که ما در چشم مردم بد بخورم؟ بدون از اینکه یعنی چهره دروازه انسان است، به درون انسان پشت کتاب ماست چهره ما. چرا خوال ما بدرنگ هستم و از اون نگاه نمیگم، خداوند هر کسی که هرچی جور کرده، اما امی چی رقمه که ما خود از بیرون نمایش میدیم پشت کتاب اصلی خود ما میشه. این حال ما در اینمی جامعه اگر پشت کتاب خود جور کنم، یک لنگوتدار، یک چی باز، یک نسوار، یک چیزا، پشت کتاب میگه که من یک شیطان لعین هستم. بنان ما او رو برای پشت کتاب خود نمیگیرم. ما برای پشت کتاب خود امو چهره که در اینجا زیبا مروج است، ما امو رو برای خود میگیرم. در افغانستان چادر و چادری نه که والا که شب از این هم یک صندوق جور کنه که زنا در مابینش خیزک زده را برن میشن. اما در امریکا که تو خود با او رقما نشان میتی، باور کن پشت کتاب خود یک عنوان بسیار بد میتی. مردم کتابت نمیخواه بخونه، از روی پشت کتابت تو را قضاوت میکنه. بنابراین ما اولاد خود در این جامعه نمیخواهیم که اگر رقم بسازم که در را بره، نه بچه چادر تا پوش. والا در اینمی بغل برها در اینمی جا زنا میاید که اون یک نیکرک نازو که یک سینبند. شما باور کنین که در افغانستان مردم زن در زیر چادری لچتر میبینه نسبت به این که حتی یک افغان لچک چشم ما مثل ما او را ببینه. یعنی ما هم بعد از این 3 سال که در امریکا بودیم، حال ما هم کم کم رقم امریکایی میبینم انسان ها را. یعنی ما چشمم نمیفته که او والا چی اگرانای او والا قات پاشنه. اگر در افغانستان باشه در زیر چادری ها ما متفکر میکنیم. بنابراین در این جامعه چادری امو ارزش یا چادر ارزش را که در یک جامعه که چشم ها شهوت زده است داره، در اینجا او پرپس او وظیفه را در اینجا انجام داده نمیتونه. بنابراین اگر تو چادر نپوشی شاید بهتر باشه نسبت به اینکه چادر بپوشی. ولی اگر یک آدم میپوشه از نقطه نظر دینی ما نمیتونیم بگوییم که نه غلط است، میتونه بپوشه. اما عملا آیا در یک جامعه غربی چادر به شکل مثبت برای ما فایده میکنه یا منفی؟ به شکل منفی، یعنی نقص میکنه برای ما. اینی نظر ما است دیگه. باز هموطنان ما خودشان میفهمند که چی بگوین. من میگم من چادر نپوشم خوب است، به خاطر که ما را در کار نمیگیرند، به نقص هم چی میشه دیگر کار موی چی است که ما طرف از او سعید نکنیم و جام خدالش نمیکنه. یعنی خاطر به نظر من چادر خمایم میده. یک مزاق کد شما کنم کدام بچه دختر همسایه را خوش داشت، میگفت اینم این چادر که اینم یا نپوشه برشان بهتر است. خب باز اگر کل مردم چادر میپوشه خیر خواه، می دختر همسایه چادر نپوشه که چونی میخواست ببینه. اما این در افغانستان میتونه باشه. گپه که خودت میزنی در اروپا کاملا درست است. ما باید اینمی سیستم این مملکت است، سیستم کاریش است، سیستم درسیش است، سیستم زندگیش است. مثلا یک آدم میره در یک جای یک گوسفندک
تو رو بکش بکش که بیا که اینه حلال میخورم. باور کنین این گوشت که در این مملکت هستی بسیار پاک و صفا و حلاله، چون زب همیشه و ما یک برنامه تا در سر ازی داشتم. بسیاری چیزا رو ما و شما به خط که در کله ما مانده به مو عادت کردیم، نه ولی این همه تو نمیشه. مثلا در افغانستان ما گوشت کله گوسفند هم میخوردیم و چی مزایه. این همی را اگه بیادی در امریکا و اروپا در پیش اولادت بانی او میگروزه بیخی بدش میه. حالا نمیتونی که تو توقع کنی که اولاد در این مملکت کله گوسفند مثل افغانستان بخوره. اما تو دیگه چیزام تغییر داره، منتها ما دری خود نمیریم، اقوشار نیستیم که امیره درک کنیم که اولاد خود در یک انزوا نکشیم. مثلا ما در وقتی که در افغانستان بودیم، اگر در مکتب ما یک بچه میامد که بابش مثلا در امریکا کار میکرد رفته بود 10 سال امریکا، پس میامد در مکتب ما و ایجا عکت میکرد رقم امریکایی، در یک انزوا کشیده میشد. ما کل ما دیگر رقم بودیم، او دیگر رقم معلوم میشد. بنان بهتر بود که رقم کلگی باشه. از این خاطر گپ شما درسته، من سپاس میکنم دوست عزیزم. بله دیگه باید پروگرام های شما را زیاد تایی کنن. ما هم که تایی کنن تغییر خوردن در چند سال، چون گفتم نه شفی جان راست میگه، چون قرآن مشتر سال گفتای شما مراستی که آدم برای خوب میبرد. دیگه یک مشکلات هم والا با ما کم آورد که خانم که در ما جمع کرد اگه افتا پیش که من چون خواه پروگرام های شما را تایی میکنم که فقط از اون گفت نمیدونم به سرم در نه تعالی روز شفی های را تایی میکنم. باز من گفتم چون پروگرام های در آره بس نگوز نیم. باز گفتم که آدم خوب است و به وطن جمع میکنه تو میکنه، چون خانم مولانی است. باز گفت خوب خیلی خیلی سلام ما برشان بگوین و ازشان مذرت میخوایم از اینکه قدر وقتشان برنامه های ما میگیرش. خواهش میکنم ازشان از طرف ما مذرت بخواین. نه اما تا گفت چون من در گفت چرا تلویزیون یه تنها رو تایی نگه یک پروگرام های خرشه را گفتو رو تلویزیون رو تایی نگه من تر بازو چیز گفتیم. خب والله گفتم راست میگی. خب برنامه شما رو تایم میکنم. آها. من یک کلی 57 درباره مارکا تا مو خوب ترین پروگرام داشتم. تشکر. بسیار خوش شدم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. و علیکم السلام. علیکم سلام دوست عزیزم. خوب هستین ان شاء الله؟ درسته. اسما گفتم کلا دوزا ما تون میکنم. بفرمایید دوست عزیز. پروگرام در باره چی هستم؟ پروگرام در باره نمی مطلبه که امروز خودت آمدی میخوایی بگویی در باره عزیز. هر کس هر چیزی که داره در این نمی پروگرام گنجایش داره به بفرماید. سر یک مطلب خاص نیست. تشکر خیلی بینید. مثلا هر چیزی که تو مثلا گرد داده برای منظور میست که آلو مثلا این پروگرام رو بهتر من تحقیق کرم به باره چادری گرد داده از این خاطر رو مک تن لقی دانو فکر و باره چادری اگه شما راجع اگر می شما به پروسیدن این چیزا هم افغانستان آرام می تو بکنی بستن کل افغانستان هم چادری بخوشه. یک سوال و دوم سوال ده که افغانستان به ایچ وقت آرامی اکتفتیسیری نداره. هر روز یک چه به نو میشه دفاع گاهی یک طرف دیگه یک طرف هم تجاری دیگه طرف هم تجاری. بله از افغانستان دیگه خسته شده دیگه زمستان با خرافت و از انتجاری و انتحاری دیشه عمر ما یکی جوانی و بسیری رسول پر خدا امی شده. 40 سال جنگ است واقعا. بسیاری ما در جنگ تولد شدیم، در جنگ پیر میشیم. خوب میزنم، تازه به کله خوب میزنم.
تصویر کانا از نموزه نماده. بله. کاملا. من نمیشه دوائی نخود نمیشه به اتفاق کردن. در کمونیتی میشه، فارسی میشه، نگم میشه، نیت میشه، برات میشه. الوارا طرف خود کشت میکنه، فارس زبان طرف خود کشت میکنه، فارس زبان طرف خود کشت میکنه. بله. یا مورسان که بخشی از من کسی دوائی نمیشه رو بان بخشی. بله. کاملا درست میگین. بزن این وقت همی خواهیز این هم مثال یک سوال دارم. پروگرام شما چقدر ساده فایده نتیجه داده از مردم میگذر اگر آگاه شده یا نشده؟ چرا نه؟ ما پروگرام داره تقریم بسار خوب پروگرام ها داره در باره افغانستان تفکری میتونم از این اگر ما روش پوچیبانی خودمسیز فایده کدیم نتیجه پروگرام تو یا کاملا یک چیز بسیار مثبت بوده برای من. من وقت اول که آمدم بسیاری مردم اتا باورشان نمی آمد که من بتانم اتا زنده بمانم، اما امروز اگر شما در برنامه من ببینین هزارها نفر برنامه من میبینه، بلکه ده ها هزار نفر. اگر شما مثلا برین بخواین بفهمین، به طور مثال در یوتیوب اگر 50,000 نفر دیده باشه، شاید 100 نفرش خوش نبوده باشه، دیگه اشکال اگیش تمزب میتم. یعنی در فیسبوک این رقم است، مردم ها رفتن قرآن خواندن، مردم ها رفتن حدیث خواندن، مردم ها استدلال سیاسی را یاد گرفتن، مردم ها بسیاری چیزهایی را که مجمل بود و به درستی نمیفهمیدن اینا ایره متوجه شدن. ما انسان ها، تمام انسان ها، ما یک مخلوق هستیم که منطقه قبول میکنیم و منطقه میفهمیم. این حاله ما وقتی که یک گپ منطقی و معقول میشنیم، او رو در کله خود جای میتیم. حتی اگر مو لحظه مخالف باشیم، سبا دیگه سبا 5 روز 10 روز بعد چی میشه؟ امی در کله ما تاثیر میکنه و یاد میگیریم ازش. بسیار نتیجه خوب بوده و ایر از هموطنان میتونین پرسان کنیم. باست تکر خیلی به این پروگرام تک من تحقیق میکنم. هر وقت که من واسه به این پروگرام دارم امسار من تحقیق کردم دیگه من این پروگرام تا چیز هستم این قرآن شنی تا پروگرام نام چوام و می فارسی تا ترجمه میکنم بسیار جا همیت خوب هست بخاطر از اینکه در افغانستان همی اهل همه سالم که میگم تکر میکنم تو رو مسلمان هست حلال بله ها کامل هست مولایش نمیفهمم اهلا و سهلا چه مولا میده. بله. ولی تو مولایش بفهم که اول مولایش چیگر میدنه با مفاردی ترجمه شد و باید پایده تش کن تش خانده میره تش میکر خود الله نگاه مسلمان است. کاملا سر نمان نکن استاد میده کلمه خود دفته میره داد از کلمهش دیگه که هر آیتی که تک آمد دفته میره مولایش معلوم نیست چی گفته میره در مسلمی نماز چرا خانده میرم. بله ها. من دو سال پیش من افغانستان برستم به افغانستان برای بروف کتا کنم کتیم دو مدارا زیتا وقت رویه کتا نگیرم. خواهش میکنم. من اگر فکر میکنم در منطقه بودم اگر فکر میکنم در منطقه طرف خیرخانه بودم در نمو خیرخانه یادم ده طرف مسجد الله اکبر میاد ولی اون بکنه یک بعد میتری یک مسجد که ساعت میکنه یک دفعه الله اکبر بگوه با کلگی میره تا دیر وقت نمازه و دو بگه مردم ما با نمیستر از نمی قرآن شریفا میخونه و مولا اهل مبلغ جنه میفهمه که در این قرآن چی نشته است. بله. اول من امو عربی رو خیبه رو بفهم همه رو با پرچی با ترجمه که پیش خود من بسیار خوش شدم دوست عزیزم، به اجازه شما میرم دیگه دوستا رو میگیرم. تشکر از نظر شما. پس تشکر به تو دارم وقت خود بر تو میکنم وقت بر من داده یا مقدر سلام برا تمام بینندگان میگویم تشکر. بسیار تشکر دوست عزیزم. دمی کامنت های اگه آقا نشته کده که حال سوال ها رو جواب داده نمیتونی چرا امی برنامه را پیش میبری؟ در سر مطالبه که ما گپ میزنیم بسیار وسیع است. ما فکر نکنم که هیچ کس بتانه که هر سوال را که باشه ای را جواب بده و ضرور نیست که ما هر سوال جواب داده بتانم که برنامه داشته باشیم.
اگر شما زنگ میزنین فکر میکنین که ما او را جواب دادن نتانستم، خود دو قسمت تبهر داری و میتونی که جواب بدی، خب باز ما دروازه را واز ماندیم، میتونی که بیایی امو را خودت جواب بدی. ضرور نیست که کل چیزها را من جواب بدم، یا ایست که اگر خودت قدر در گفته مردم در افغانستان در اطراف یکان هوشیار نمیگفت، هوشیار میگفت، اگر که هوشیار است باز خودت میتونی که امیر یک برنامه داشته باشی که چی کنن که شما مطالب برشان جواب بدین. ما از طریق فیسبوک همچنان میگیرم شما را. بله بفرمایید، دوست عزیزم روی خط هستین. السلام علیکم شفیع جان عیار. سلام علیکم آقای عظیم، دیر شد نبودین، بخیر در کدام پارتی داشتین، یک چیز درکایتان نبود. برادر عزیز، ما هفته قبل هم به خدا هر هفته خودتان میفهمی که لینا بسیار مصروف است. من چند دفعه خواستم پشت خطم صحبت کنم، متاسفانه هم پیامگیرتان هم نه نبود. به سیستم تلفن اگه ما را در خط نگه داریم، ما باور کنیم تو همراه دو سی تلفن چند هستم، برای یک ساعت دو ساعت من موفق نمیشم. با بازم یک خوارم از پیش ما که تیر شده کونه میشه با هفته آینده با دردم نمیخورم. بازم ما برنامه‌ایت میبینم. یک موضوع ما خواستم که بعضی موضوعات که زیاد در بارش صحبت نمیشه، همه ما و شما میدانیم که امی یا امی پشتون ها امی استخبارات یا با پرچمی ها که فرسی زبان ها بودید وقت ندارم و نمیتمم توسط امی شیطانی ها در کشورهای خارجی ارتباط پیدا میکنم، از آی و ایف بی آی و موساد اسرائیل و ایماسک، حتی امی اپنون حکومت کوچی پرتی آوار با دشمنی که با مردم ایران در سر تا سر افغانستان داره، یک قومندانی هم میاد از هیچ ولایت نمیگم در ایران تو بیشی نیست، هیچ ولایت با ما مردم نداره. اگر آقای عبدالله ساله یک رئیسی موفق استخبارات بود، صدقان پشتون عبدالله ساله را بیچاره را زیر نظر داشتن. بیرق جنایت و مخبری پشتون در هر کشور ما و جهان بلند است. و افتر دو سال برنامه خود امی تیمور شایستان یک چهار تا دار است، ما مجبور است و میره بگم برای ازی که به شما هم توهین میکنه این ناجوان مردانه. باز به آخر میگه شفیع جان اولا رفیق ما از اندیوال ما سه خود بیل هم به نل میزنه و هم به مخ میزنه، اون چهار نفر من و مایشان را نمیگیرم، دو تای ازی بیدین و گمراه است، دو تای دیگه ازی هم در مسائل سیاسی است. خب ببینید، خود برادر من دوزدا و ملاهای مفعول و خادیستار کلش برای سم کردی. من از خودت خواهش میکنم سر همی آدم بدزبان و در اخیر نفرهای خود میاده سر و من را به نام خاص و خادی تا هرچی که در دن ازی بیرسه ببینیم. با آخر هم میگه که خب تیمون شما را من دو مراتبه بگم و به خطاب سایمم که خود از این تیمون شما هر وقت آشپز و چایدار باشی دفترش بود او را میخواه گمراه کنه. این انسان مثلا یک مراتبه به خانه از این زنگ زد و مسنادای از این رفی در مسجد فرانکفورت با یک زن آلمانی ازدواج کرده بودن. من یارا به خدمت خانومش با اسناد روان کردم مثل که کدام مسائل فامیلی عزیز و این آدم کیسابور مشهور و مسئول پیش سینما اقبال همه خانه و خانواده یعنی هندی منصب بودم، خادیس بودم، نام مقدس خانه و خانواده را دیوی تیمورشا را بیبی صاحب. من خودت خواهش میکنم این آدم را به سر جایش بشون و شما این چیزا با ما مردم ایران، با مردم شیعه، با مردم هزاره، با مردم فارسی زبان که ما در خواد بودیم هیچ وقت نمیچست با شما نسل نسلتان شما را من مشناسم. من یک چیزی دیگه هم برای بگم، در برنامه خود برادر من وزن دارد راجع به اسلام و سیاست را در میشه صحبت کن، متاسفانه راجع به میکس تاره افغان دختر زلان یا سه کابل سه فاحشه خانه جور کردم، حیف وقت شما. اینا یک مشزنهای راوایی سم در قسمتی در میانه که ما برنامه سیمین میدیدم سه خود از یا ثابت می سازه که این همین موضوعی که در دشت هرچی شده طالب رزیل با جزای اعمالش رسید از سای بیادم و بیسی سای همه چیز خود کنترل اعصاب خود از دست داره. در همون منطقه سای بیاد زن زخمی نشده چون همه از یه همین طالب ها و جنرال های پاکستانی بوده و بچه بیدیش هایشان یا چرای توی هم پاره می کنم خود پاره پاره کردم بایده خواهشان از مردم هست او برادر او کن یا چی می کنه یا طالب هست یا داعش هست. ما وقتی تا زیاد نمی گیرم آمای چیز اگر خواسته باشی چون تو از بایم که تو پرک نشه اگر می خواهی از موضوع مشخص با من جانده بشه که من دیگه هم صحبت کنم.
روز دیگه باز میتونین زنگ دین، برای امروز تقریبا مسائل مهم و مطرح کردین. ما بسیار سپاس میکنم آقای عظیم، شکر که خوب هستین، صدای شما رو شنیدم. یکی بیه هم یک موضوع رو ببر، ما شاید در موقعی که شما تشریف میاریم من نیستم، اگه خواستی هم بیه حتی من پاسپورت و ویزای خود برای تان اسمس روان میکنم، پیش روان میکنم، باید گله نباشه که بذار ما در می آنبورگ آمدیم من یه آدم نبود یا این خود یا چره خود مخفی میکنم که خوشا هم مرا میشناسم، می ما آدم مخفی و نیستم، در اون سفر رفتر نبودم، یکی از بچه هست به نام جاوید که ما در برنامه تان شنیدم، اون جاوید نمان در برنامه، او از طرف هم چیزا آمده، او مخصوص برای یک قوم اینجا کار میکنه از طرف دولت افغانستان و خلیلی و اینارت، او مزاهده تا به یک راه بعد دیگه میبره، خود بسیار زحمت میکشه، از اینجا میکشه میایی میادن، اما کارهای خود بکنون از چمن سمنه نباشه، مخصوص های دینی غنی رسته مخصوص های شبالا کنه، این مردم باید پیسه از جمعه از یا کشیده شده، این مردم باید به زندان کنم، با گوانتانامو برم، این رفیلا خود از یا طالب هست، خود از یا داعش هست، پولای امریکا رو میگیرم، تو را پسند میکنم، بسیار تشکر آقای عظیم، بسیار تشکر، بسیار تشکر. خب آقای عظیم میگم ما در اون روز در مظاهران نیستم، خیر اموجه یک دیک پلاو پخته کده رویی کدم و مجله که خودت اگه نبودیم، خیر است دوست ازم آقای عظیم، اگه شما تشریف نمیداشته باشین کدام مشکل نیست، همه گیده اوجه نمیتونه که باشه، کسایی که میتونن باشه در تاریخ 13 می در آنبورگ میم، معلوماتش به شما داده میرم و سر از او بازی ها ترگب میزنیم. بفرمایید دوست ازم، روی خط هستین. جناب عاصف سلام خدمت شما، سلام کارکنک تا تقریم میکنم، آجی روزبیس و از مدستو خدمت آقای روزبیس میکنم. سلام علیکم، سوال دومتان اول بگوین. ای عاصف محترم، دفعه چه سوال است مطا مربوط یک گفت میشه. خب سر خب برسته سوره البقره آیت 30 داشته کده، وقتی که پروردگار فرشتگان را فرمود که من در زمین جانشین خواهم گماش، فرشتگان گفتن آیا در آن کسی را می گمارید که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد، حالان که ما با ستایش و تقدیست می پروازیم. اول من به این است که ایاس محترم که یعنی ملائکه قبل از خداوند می فهمید که در اینجا کس را روان می کنه که و خون می کنه و چنین فساد می کنه، یعنی غیب می فهمیدن ها؟ اینه دیگه پس باز نظر به قرآن بله؟ با تعقیب از این آیت 31 میگن که ملائک میگوید ما نمیدانیم جز حال چه تو خود به ما تعلیم فرمودی. اینان خود ملائک به خداوند تعالی بر ملائک تعلیم نداده بود که وقتی که من آدم را میفرستم در زمین اینا خون میکنه و فساد میکنه. اینه دیگه به یاد کجا یاد گرفته که بیشان اگر اجازه باشه سر و گفتم که و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید، پس با جز ابلیس که سر بازد و تکبر ورزید و سرقه کافران گردید. از این که ملائک نفس نداره، یعنی تکبر از کجا کرد؟ و بازم نظر به آیت پیشتر که گفتن ما جز که خودت ما را تعلیم دادی، باز هم اینجا خود برزید تعلیم داده نشده که ای ابلیس تو برای ما سجده نکن. و ما فکر کنم همیشه برای این دفعه کافیس وقت زیاد تانده میکرم ایا سه تو سرم اگه دینه میگه کمی مالتات بپیم دیگه کنم ما زرد میخواهم دوستا ما این را چه جواب بدم، حالا این را غیر از اینکه خداوند را بخواهیم و ملائکه بخواهیم و شیطان بخواهیم که راستی تحقیقات کنیم، انوستگیت کنیم کمی راستی، اگر شیطانش خبر نبود چطور فهمیده بود که نمی ما انسان ها در زمین قتل و کشتار میکنیم، و اگر این نمی فهمید خدا در تک میزنه که ما خود نمی فهمیدیم، خدای خودت گفتی برای ما این خداوند چی وقت بیا گفته بود که اصلا اینمی آدم ها را ما خلق میکنم برای از اینکه در دنیا یا برن قتل و کشتار کنن مثل که امروز افغانستان است. اینا اگر خداوند خودش گفته به ملائک که اینمی موجوده که ما خلق میکنم جز قتل و کشتار چیزی دیگه نمیکنه، با چطور خداوند
میتونسته که از یا بخواه که در پایزی سجده کن، با وقتی که شیطان میگم من خود سجده نمیکنم به خاطر ازی که اینمی لیاقت از ایره نداره، خب باز در اون صورت نظر به گپ خود خداوند بوده که گفته اینا رو من قاتل خلق میکنم. واقعا ایره من جواب دادن نمیتونم. خنده این بایی گرفت که شما ایره بسیار مدبرانه مطرح کردین، یعنی یک رقم مطرح کردین که من ایره جواب دادن نمیتونم. ایره باید خداوند، شیطان و دیگه ملائک در اینجا مستقیم در تماس باشیم که بگویم خدای راستی حالا اینه میگه پره که آقای آجی روزبه میگه خوی نمی یک سوال پیش کلگی ماست چطور این کار کرد؟ خواه اگه شما گفتین که ما یاره خلق میکنیم که قتل و خون از یک نگاه، چطور جانشینتان شما ایره خلق کرده؟ حالا شما میگین ما در زمین جانشین خودم میمانم، جانشین برای چی؟ برای قتل و کشتار. و اگر شما برای شیطان گفتین که ایره ما میمانم که قتل و کشتار کنه، خدا او صورت و این آیات هست تا نیست که آقای آجی روزبه ایره اشتباه خوانده باشه که ما بگویم بیام ایره ببینم یه هست اما ایره صد دفعه ایره ما خوانده. بنان آقای آجی روزبه در یه چما کنم چیز گفته نمیتونم غیر از این که بگویم خدا میفهمه، اما آیا در کلی ما منطقا این میکسنس میکنه؟ یک معقولیت منطقی داره نداره؟ آیا ایره مثلا مولا ماسومه سلسله دار میتونه یک رقم توجیه کنه که در کلیم و شما بشینم من فکر نکنم که وام بتانه؟ چیزایی در قرآن هست که امی مولا کار آسان ساختن میگن الله و علم، خود خدا میفهمه دیگه. بسیار ببخشید، بفرمایید دوست از امروی خط هستین. سلام علیکم برادرم نهایت گرامی شفیع عیاد. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ انشاءالله خدا معرفی کنین. خوب هستین برادر گرامی. و برادر یک سوال خیلی کوتاه دارم. بفرمایید. امی تشریف آوری نخست وزیر پاکستان هزاران بیرق پاکستانی در جاده های کابل نصب کردید، اما نخست وزیر پاکستان تنها با یک پیام نزد اشرف غنی میآید و میگوید که هیچ تروریست در پاکستان وجود ندارد، تمام تروریستان در افغانستان است، این از ثمره سفر صدراعظم پاکستان. این همی سوال ما بود برادر بزرگوار. دیگه همی یک سوال دیگه است که وقتی که در دشت ارچی قندوز اینقدر همی نفرا که کشته شد، یعنی خب کلشون بر مزار شریف و پلو خمری و اینمی جا یا میخواد سوساید کنن، حالی چرا اینقدر عشق که تمثال پاکستانی ها میره؟ دمید به سوال مرا جواب بدی که من میگه کره کار نگرد. بسیار زیاد تشکر دوست عزیزم، خداحافظ. دمی روزا آقای اسمشان همیال به درستی به فکر نمیگرده وزیر خارجه پاکستان، ببخشین صدراعظم پاکستان به افغانستان و در جریان اینمی قتل و کشتار و خون، یعنی در افغانستان هر روز است با یه مسئله بمبارده که در پاکستان در چی قندوز است و میای در پیش غنی و عین زمان آقای حکمتیار هم میره دستبوسیش و عکسایش رو پخش کردن. یعنی این بسیار یک کار از نقطه نظر دیپلماسی کفر است که تو رهبر یک مملکت که مردم میگن که جاسوس پاکستان باست تو بیایی او را در وجه ببینیم. مثلا اگر امیره میامده که رئیس جمهور یا سررازم ایران که تا خلیلی میدید، کل اگه ما بسیار قار میشنیم که نوکر ایران است، ولی ای آقا میایه و حکومت افغانستان با ای بسیار به یک تشریفات خاص رفتار میکنه و ای در زمانه که تیاره های پاکستان کنرها را بمباردمان کرده میره، و این تنها یک چیز نشان میده که پاکستان میخواه نشان بده که اینمی حکومت و اینمی مملکت جاسوس ماست، ما میتونیم اینا را در بتیم. اما اینا بازم وقتی که ما در اینجا بیاییم کدام احتجاج صورت نمیگیره، تنها به عیس نوکرهای ما من افتوالگنده گرفته دست ما را میشورن. آیا یک کار درست است؟ برای ما مردم نه، اما ما این حکومت به رسمیت نمیشناسیم. این حکومت یک حکومت خائن پست کثیف است. برنامه را شریک کنین. یک تعداد شما دوستای سیتمال داره که از ساعت 12 جامعه باشین با وقت کالیفرنیا،
ما ساعت 11 شروع کردیم و یکی دو بار در برنامه میاد کردم که از این به بعد از ساعت 11 برنامه را شروع میکنم چون احتمال داره کم بهتر باشه. بفرمایید دوست عزیزم. دیگه این حکومت افغانستان یک حکومت فاسد آلوده و ننگین است. برای از این حکومت که این پذیرایی را از نفرای رسمی پاکستان در حال بکنه که مملکت ما زیر بمبارد تیارایشان است کاملا مغایرت داره با احساسات مردم ما. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. بفرمایید دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم بفرمایید. شکر شکر شما خوب هستین. فضل خدا. تشکر. بفرمایید دوست عزیزم. بفرمایید. صدای شما را بسیار خوب دارم. بفرمایید. من تقریبا چهار پنج سال میشه که من این برنامه خودت تحقیق میکنم. بله. بله. اینکه آدم در همه چیز از نظر باشه یا نباشه او باید نیکنه. اینکه آدم یکم برای تحقیق میکنه شاید بعضی چیزهای شما را من که از نظر نباشم شاید بعضی چیزها را من شما بیدارم و شاید انسان هیچ کس کامل نیست. مگر من بود من کسی دفعه کوشش کردم که از طریق ایمیل شوه یا ایمیل شوه که شما به نماد شما فقط اکسل میکنم که شما او را در زن بگذارم که شما که بعض وقتا برنامه ما که شما پیش میبرید و ما هم تحقیق کردیم و این از دوستان از یاد چی میدیم شما همیشه کوشش میکنیم که در برنامه تان بیا ما را میکنیم که امی میشنریستی یا فاشیستی که هست این امی دلیل عمده برگاهی وطن بود و دلیل عمده و عمده است که کنگی در باید قمقران بوده یا نقطه آخر رساند و این همه شما میدونید که پشتون ها مثلا بسیار بشری ساشتن و همیشه همه چیز با پشتون ها میخواد شاید شما برند باشید شاید این کار پشتون ها کنند همین کار ها باشند و از اون اصلاف ها دوستان یاد میکنید که مثلا پشتون ها را نمیشه که آدم کل پشتون ها را بگوید که کل پشتون ها خراب کاملا کل شاید هیچ وقت خواستم سر نمیکنم با خاطر از اینکه من خود من کردم من مادرم هم پشتون است بله اگر ما در کابل زندگی کردیم به کابل زندگی کردیم و ما که گفت بزنم یا ما کس کس برخورد میکنیم هیچ کس نه اقامت ما پشتون بارند بله و خاطر از اینکه از ابتدایی که ما تولد شدیم تا کلام شدیم و مکتب خواندیم درس خواندیم هیچ کرد و ما یه گفت نداره که پشتون است یا تاجی کسی اصلا فامیل بسه نبودن که برای ما کسی اوتا باشه پشتون تاجه گزبک از آره یا شیعه یا سونی یا گفت های شما را من تایید میکنم که شما همیش بگید که همه پشتون ها را نمیشه اما در این موضوع یک چیزی که ما میخوایم به شما بگویم شاید شما در اون موضوع من اقناعت هم داده شدن شاید من درست نده نقطه من این است که شما این جمع همیشه استفاده میکنید اما خودتان هم کس که همیش پروگرام های شما هم داره رو تحقیل میکنه شما میرید میرید باز هم یک نقطه هم یعنی که خودتان هم نمید راه هم بیش میکنید و اصطلاح ایچ راش نمیشه که مثلا شما نیش برنامه شما خاطر کنم که من تحقیق بکنم یک آنه نقطه مدهیدی که شما مدار که دو نقطه هم نظر از پرکستانی نمون را با هم نظر من ایش که شما همیشه به خالفت با پاسپار بزن و این یک منش دید که ای بر هم یه هر کسی که افغان باشه هر کسی که افغانیت داشته باشه خلاصه یک روز در افغانستان بنام افغان که دیگه کرده باشه یک دفعه درد کرده و یک دفعه بیتنه بنام بیدونی کسایی که یا به کافی پاکستان نام کرده باشن یا آزی بشن اکسی را مونده باشه مثلا به این روزای نزدیک وقت شما را جان نگیرم مثلا به این روزای نزدیک یکی از نوال های جان تو گرگوان گیلانی خیبا که وطن و همه چیز خود از سمت پاکستان کردن اون تو کسا را با شما من نظر نگیرم اما شما را که شما بسید من به من دیدی که دارم که در اون نقطه شما هنچی که دارم بکنید و من هنچی که دارم بکنید باز در اون نقطه من دیدید که شما یک دیرد که نمی نقطه پاکستان که شما گفت که بر حق دوست ما را باید کردیم مگر هم شما وقتی که مثلا در برنامه ها میگیم همیشه مثلا از همه چه بازود یاد میکنیم خب همه چه
میکنید، چیزایی که شما یاد میکنید، ما در این پنج سال، در این پنج سال ارمان بدل ما که شما یک نکته داشته باشیم و مبارزه قبلی بود که اخلای پاکستان مثلا اگر مسود آمده پاکستان مقابله میکرد حتما نسوشت مسود یکم سود امکان نداره که مسود تنام علای پاکستان مقابله میکرد در من یک مبلشن خارجی و خارجی رو امایه میکرد امکان نداره که تنام که مگه پای شما را دوست ازیم شنیدم و ما سپاسگزار هستم که شما ای را بسیار دوستانه مطرح کردین. اینمی طریق است که ما میتونیم به تفاهم برسیم. یکان دفعه هموطنان فکر میکنن که دو دشنام و بدون دلیل گپ زدن رای حل است نیست. همی گپایتانه که شما مطرح کردین بسیار دوستانه و بسیار با دلیل و منطق مطرح کردین. ما به اجازه شما یک تبصره کوتاه سر گپتان میکنم اگر اجازه بدین از طریق تلویزیون بشنوین شما؟ بسیار معدبانه معقول و منطقی این مسئله را مطرح کرد که میگه درست از خود سر پشتونا گپ میزنی ولی باز خودت این کار میکنی، یعنی میخوایی بگویی که پشتون قوم پرست است ولی در این زمان خودت همیشه احمد شاه مسعود میگی. یک چیزی که فکر میکنم خود دوستم هم در ایسای آخر اشاره کردن که گفت میگی که کل پشتونانه ما خاینی نداریم که باید برالایشان گپ بزنیم. متاسفانه دوست ما گفت که یک چیز مشترک ما داریم، جنگ ما علیه پاکستان یا نفرت ما علیه پاکستان، یعنی اینا و ما دوی ما قبول داریم که دشمن بزرگترین ما پاکستان است. چرا دشمن بزرگترین ما پاکستان است؟ به خاطر از اینکه مملکت ما را مزرعه تریاک ساخته، مردمای ما را خودشان جاسوس جور کرده، غریب ساختهشان، ازشان سوء استفاده میکنند. اینال پاکستانی ها و ما مانده جاسوسایشان که آمده با واضح گفته که ما افغانستان رو میخواییم بگیریم، این یک معدن طلا است افغانستان و ما در اینجا پشتون ها رو استفاده میکنیم چون ما پشتون در این سون سردان داریم، در اصول هم هستن، اینا رو اردیشان یک جایی استفاده میکنیم و ما نمیتونیم. ما در افغانستان منفعت داریم، بیلیون ها دلار منفعت داریم و عملان هم چور انداختن ما را. پاکستان به پشتون استفاده میکنه، ما را در یک شرایط بسیار خراب قرار میده. پشتون به مثلا نمی قندوز نمونهش است، از قندوز موتر هم میزنن، شهر هم میزنن، بانک هم میزنن، مردم هم میکشن. او روز قماندان گلبودین نشان میداد که سیاچه ها دارن مردم ها را دوزی میکنن، در سیاچه ها مندازن که تنبور گوشش میکنن، کل از این پشتونه ترور میکنن، انتحاری میکنن. 99.9% پشتونه. این از خاطر از نیست که پشتون انتحاری است، نیست، پشتون پاکستان استفاده میکنه. ما اگر بیاییم بگویم خیره نه، گناه برادر پشتون ما نیست، گناه پاکستان، مشکل ما حل نمیشه.
ما باید ای را بگوییم. مگر ما یک روز یک نمو... یک... برای یک نفر یک مثال دادم، گفتم تو در آن روان است یک سگ در جانت میدوه. ای خدا ناکنه منظورم نیست که هموطنهای پشتون عزیزی خدا یک گپا بزن، نه، یک سگ در جانت میدوه، تو دمی دست یک چوبه، ولی اونجا سایبش ساده است، اصلا سایبش سگ علاقه ده. در جان سایبش میدوی یا در جان سگش میدوی؟ در جان سگش میدوی که سگش نمانی که بکنه. مشکل تمی دقه است. بعد از اینکه اینی مشکل حل کردی در اونجا میرسی. پاکستانی ما را نمیمانه که تا پاکستانی برسیم. جنگ در درون خاک خود ما آورده، از پشتون یک دیوار بزرگ جور کرده که ما را کشته بره، و اگر ما رفتیم که پشتون در جنگ گفتیم که پاکستان گپ زده هم نتانیم. شما ببینین امیال در کنرها بمباردمان کرده میره، اوجا پشتونه، اما امین ملاهای پشتون و هموطنهای پشتون ما کلشان در چه احتجاج میکنن که چرا در قندوز بعد از 3 سالی که اینا کشته میرفتن یک 100 نفر کشته شده؟ امو پشتون اونو پاکستان در مقابلش استاد نمیشه. امی پشتون در سطح جهان میخواه بگویه که ما فاتیای قندوزی ها را میگیریم، اما فاتیای اونو کنری را که پشتون است او را فاتیای شکست نمیگیره. چرا؟ که باز پاکستان کلیش هم مشکنانه. اینی جنگ ما چطور کنم که بیادر پشتونم قار نشه، امی درد ما رئیس کنه که ما استاد شد؟ ما مهم از جنرال رازق پشتیبانی میکنم و خاطر ما داشت میبینم احساسات زد پاکستانجا از اموی نمایون، از آقای ایوبی، از آقای لاله، از زایر قدیر، جسد زایر قدیر، از اینا. یعنی ما میپالیم که یک پشتون رو پیدا کنیم که تعریف کنیم کتش استاد شیم. اگر نمیافیم مشکل ماست و مشکل شماست که اون نفر رو باید با وجود بیاریم. از اینی خاطر هموطن عزیزم، ما ای عمیقا میفهم که افغانستان یک کشتی است. اگه یک کشتی را غار کنیم کل ما غرق میشیم. اگه ما در این فکر باشیم که ما پشتون بزنم، مانایش است که کشتی را غار میکنیم، کل ما غرق میشیم. اگه تو فکر کنی که ازاره را بزنی نجات میافیم، نه، کل ما غرق میشیم. اموال ما که بیادر ازاره خود این مشکل نداریم. خویی قوم پرستی در کل جای هموطنهای ازاره ما قوم پرستی را داره، ولی یک حالت نیست که ما را مسموم کنه. مثلا در سر مصطفی یک دعا خسوی ولا قوم پرستی شده، نفر اول ما را نماندن که چی شده پولیش یکی گره. خیر، یک احساسات زود گذره، سبا یاد از یام میره، از وام میره، از وام، و این مهم هم نیست. اما به شکل مسموم کننده برای مردم دیگر نیست. تاجک نیست، ازبک نیست. پشتون امروز 99% جنایتی که در مملکت به نفع پاکستان میشه هموطن پشتون ما. آلی نمیره، من منظورم نیست که 99% پشتون خواهنه، نه، 99% اینمی جنایت و خیانت و وطن فروشی زمین جمعه شد. حالا شورای نظار میگفتن، مسئول میگفت، حالا اونا هیچ دیگه زور ندارن، اما عبدالله مقصد بر اشرف غنی کار میکنن. حالا خب ما نمیتونیم که بیایم که ولا کل از یا خواهنه، او هیچ در قدرت نیست، کلش اینمی بیادرهای ماست و وام یک حلقه خاص پشتونه، کل پشتونام نیست. اینمی یک دیپلماسی داره که بسیار مشکله. یعنی برای ما که ما میتونم بگویم که تخصص ما گپه و است. ما از صنف 6 و 7 مکتب که کتاب خواندیم و بیدل و مولانا و حافظ و غیره غیره تا امروز، ما یعنی تخصصم در گپه، اما ما نمیتونم، ما قادر نیستم که قسم گپ بزنم که نمیره هیچ کس دیگه قار نشه. و همه تو پین پایین گفته امریکا دمو خود کلی پاکستانی بخوره. اما خدا حاضر است که ما همی هموطن پشتون ما یک سر سوزن از همی چی کم نمیبینم، از همی هموطن تاجک هم، از هزاره هم، از هیچ کس. هیچ کدام ما نه زیاد هستیم نه کم هستیم. اما اگر ما هموطن از همی میخوادید گفتی اگر 99% انتحاری ها را ما بکنیم، امی پشتونا چی رقم که ما معامله میکنن؟ اگر ازاره بکنه چی رقم معامله میکنین؟ اگر ازبک، اگر ایماق، اگر بلوچ، اگر دگه دگه کنه، اینه میره هموطن های پشتون ما ولا گپای ما را دهیه که کت گپ استخوان های ما را مشکنانن. اینه یک مشکل ماسته. حالا ما اینه میره چطور بگویم که تو قار نشی، سلی در روی تو نشینه که ما در عمر نمیخوایم سلی در روی بشینه.
اما این میره اونو خائن ببینه یک حالت داره که تو روی تا طرف ما نگی روی تا او طرف از وا بگی که ما در یک صف استاد شو که ما بگویم او بدر کل پشتون خونه است یعنی پشتون که ما سنو آنسه که ما به زربین میپالیم و ما اینو ما اینو پیدا میکنیم میاییم کلان میسازیم سرش گپ میزنیم خودتان گپ نمیزنیم برای چی؟ برای از این که بیا کمی کارا کلگیش منفی نباشه بیا که کل پشتون ها را بد نگویم بیا که کت برادر پشتون خود در یک خط استاد باشیم اینه یک مشکل ماست دوست عزیزم بفرمایید دوست عزیزم بله لاینم باز است دوست عزیزم ما امروز از ساعت 11 شروع کردیم یک 11 نه که از ساعت چیسته از ساعت 11:15 تا ساعت 1:15 باز امروز بخیر میریم امیر خمی یعنی خدا بسیار زیاد برنامه ایم نموده بفرمایید دوست عزیزم روی خط است بله سلام سلام دوست عزیزم خوب هستین؟ عیاس سلام سلام دوست عزیزم خوب هستین انشاءالله؟ تشکر زنده باشین امیدوار هستم که شما را از طریق تلویزیون میبینم عیاس تشکر لطف میکنین شما در لاین هستین بفرمایید دوست عزیزم ما غلام هستم از اولان صحبت میکنم بسیار بطرح ما لقب برای شما پیدا کریم سید خوب این شما واقعی تلفن شکن هستید بودن تشکر لطف میکنه تلفن شکن شما در این مدت اقرار تلفن رو شکستان دیدیم که بله واقعا که انسان بایرات نفتا بکنه لطف میکنه لطف میکنه دوست ازم و از یاد تلفن با ماست حیات دوست ازم دارم در قلب ماستی این این قرار وقتیت هایی که شما شنیدیم ما خودم از جاسی شرده هستم ما شما در دوری پانتور هم دوره بوده بسیار خوب اما حالا که ببینم یعنی که این قرار چیزا رو کش این شما رای پیش گرفتیم این کلمه پریسم پریسم چی هست شما پریسم شکن شدید که این یه خبیس اینا را کلی چه در خواهی موش گرفتیم داخل کردیم بله اما اینا رو به گلن دارم بفرمایید روی چشم بفرمایید گلن نیست که با وجودی که دوستان صحبت کردن کلی ها صحبت کردن این دو مسئله تنج نمی کنن و شما یک نظر داشتید در می رابطه با ستاره افغانی ها بله یادتان هست؟ بله ها بله شما امی نام استاد سرانی گرفتین بازبار از او نام احمد زایر و ناشناس یاره بله اما متعلق گلیم ایست که استاد سرانی چون من نزدیک می شناختم حال خفل شدن بله شیر موسیقی، بابای موسیقی، ستاوش موسیقی، پروفیسر موسیقی اگر زن بسیار فقیر بیشاره بود پشوارک با او ششتم بله اما شما در این کلمات ای که اتنه سران گفتین احمد زایر ناشناسی ها این بر ما خوشایی نبود که با امی القاب شویر یاد میکردین که شعر موسیقی، بابای موسیقی، پروفیسر موسیقی، سرداج موسیقی و این انسان بسیار فقیر بود بله. و این یعنی خواب رو که گرفته بود این مفت نگرفته بود کاملا هندوستان یک سرزمین پر از زمت موسیقی این ما به هر کس نمیدن بله یکی دومی که امی آقای فرانده ما از نیستیک نمیشناستم من این دیده میشستم اون که فرانده شبا بالای ششتیم بمرای ششتیم میشناستمش اون هم از طریق قندی آقا نه که قدیه ها رو سای غلام خان عزیزش ما اگر بشناسیم نه بشناسیم بعد رسیب بازبار دو همی در رابطه با آقای زلان من آقای زلان رو نمیشناختم از نزدیک اما متعلق که در شخصیت آقای زلان که اگر بگویم
خرابات کنه بسیار مردم شریف هستن. درست؟ اگر تاریخ شروع کنیم از دوران شهلی خان میمانیم که وقت نیست. گرفتن ایران در مدنی ساختن، در بین مردم آوردن. بله. حتی در خاندان شاهی گرفتن معرفی کردن. بله. و خصوصا یعنی شخصیت آقای زلان خدا شده است که ما نه فامیل من نه من را میشناسه و ما هیچ اصلا آقای زلان را نزدیک نداریم. اما خصوصیت که آقای زلان داشت یک نخبگی آواز داشت اگه در موسیقی شما میفهمید و ما کم بیش میفهم که از یک لای موسیقی که بلند میرفتا اما آخرینش که 24 است که میخواندن زوره تا زلان کسی نکرده. خب برسردیم و کمپوزر یکون میکرد خورش میکرد. در غیر از اون من احترام دارم به تمام خواننده‌های عزیز من. کلی دخل من یه ایست که فرض میکنیم که امین شوالی ولی برزیا کمپوز میکرد یا ایست که خدا رو بخشه نه نوال سای بود یا خیال سای بود. بله. اما زلان سب اطور یک چیز نبوده که شما رو قسم گفتیم که اطور گرچه من شناخت زیاد ندارم از پاویلی بگیر نمانیا اما در موسیقی کم و بیش میخوام بعد از استاد بزرگ ستاج موسیقی کوی بلند موسیقی به نظر خود ما دوستا قارنش سر ما این ریگار زلان که شکستانه نمیتونه و ما در این قسمت یک چیز خواستم که برای شما اظهار نظر کنم. ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم، شما را خوش شدم گرفتم و برای شما گپ زدم. یک تبصره اگر کوتاه میکنم شما میرم میتونین که بشنوین، از پیش شما میرم دیگه دوستا رو میگیرم. بسیار زیاد تشکر، خوشحال شدم. مهربانی. در قسمت آقای زلان ما یک گپ زدم که اگر میل از 80% مردم پرسان کنی 20% مردم نمیفهمه نام آقای زلان ده، به دلیل که کسایی که در سطح ما هستن یعنی ما میفهمیم، از ما پایین تر این مسائل جنگ شده و زندگی تغییر کرد. این هنرمندای نو کم کم میفهمند آقای زلان و بسیاری هنرمندای دیگه ما را مثلا آقای خیال اینا و تمام هنرمندای خوب مملکت بودن زحمت کشیدن. از این خاطر اینا را کس متاسفانه نمشناسه جای تاسفه، اما نتیجه اینمی 40 سال جنگ و فرهنگ شکستگی هسته و شما گپ درست زدین. ما باید با القاب بزرگشان یاد کنم. ما منظورم در قسمت آقای زلان زیادتر از این بود که خانم شلا بسیار تاکید سر از این میکنه که مرا فامیل ما میخواین بدنام کنن. ما خواستم بگویم که امیره تاکید نکو، ما احترام داریم به آقای زلان، به مادر عزیز شما، به برادر شما، اما اینجا مسئله نام فامیلی نیست. و همی کسی که می نام فامیل بگوید همی پیش چشمت کشیده بره و پیش چشمت کشیده بره، باز مردم دیگه ناخوش میشه. اما نام فامیل تا خودت بد میکنی اگر مقبولی. منظورم از یادتر اونت یک چیز بود. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. ما امروز چه خود دوستای فیسبوکی خودی تقریبا نگرفتم، چون اینجا کمک مشکل چی دارم تکنیکی واره. خب دوستای زم بفرمایید. دوست زم روی خط هستین. بله سلام علیکم، جاوید هستم از انگلیس گفت میدنم. آقا جاوید خوشحال هستم، بفرمایید در سیزم. تشکر. یک اگر اول خو عفتی بداشتر که گفتی که در فیسبوک ما فرد میکنم، من فکر میکنم مابو جاوید نیستم، در فیسبوک هم نیستم، نبخشید؟ خب بسیار خوب، بسیار. و دیگه ای که یک سات که تایم دن وقتر کردی نمی کار فکر میکنم برادر من خوب نشد که اما جایی در وقتر وقت پایی دن بگیرن که تماس بگیرن. بسیار خوب. و گپ سی و میر که آقای یار آلدمی افغانستان یک مشوار مثل داریم که میگن هم شهید شو هم غازی و هم تی سلامت در خانه باش. آها آنه این شکل خونه میشه. بله. که امی اردوی اردوی افغانستان چی بکنه با داله فرش سرخ شوان کنه، پرتا پیش پیشان گلو بالاشان پرتا
چی بکنم رایجر که هم آرامش بیاره هم با تابلت جنگ نکنه و هم آرامی رو بیاره کاملا در جنگ است نان و هوا بخش نمیشه هم خانه ویران میشه متاسفانه هم مردم میمونه هم با جنگ علی کلمه خودش تک بدبختی و بار میره خیفه چطور میشه این گلوی بابونه خیفه چطور میشه که نمارم جنگ هم نشه خانه هم ویران نشه بذار مردم کشتن چه حالا مردم ما رو خود غیر از اون کشتن میشه دیگه چرا با مجنگ کشتن نشه که مثال اینکه خود خلق خیلی برامی گرید موجای کاملا کاملا دنیا که اگر باجدن نکنم هم روش حفظ با چی کنم حالا اون رو چی بکنه که با جنگ از بای نبره خیلی چه کن با جنگ بره خانم برام میشه مردم هم میمره خود بهترین روشی نمیاد که اگر دولت خود خط داشته باشه آقای یار ما یک آقا چیزی که عادت دارم همین اخبار نیوز هست که در اتهام 20 سال میشه که رقیب بکنم آقای آرات همه کشش دنیا یک آقا رایش نیست که آقا دستان شد خوب نشد به تفاق بشد تراش بکن تراش کنه بودم باید با جنگ کن او دولت تمام وجود نکنی دولت خودش اراده قوی اراده راکت باشه باشه که با طالب جنگ بکنن آقای ایوان اگر خود دولت اراده داشته باشد خارجی برای ما جنگ نمی کنه که مثال اگر فاله برای ما دوگو بکنم دایش اگر بکنم زمانه که خود دولت نگوید که من امبار جنگ می کنم تحت دفتر جنگ می کنم پای بند کرده جنگ می کنم به چه شدید جنگ می کنم اونو از خارجی مجبور است که امبار جنگ کنم خارجی سردرگم شده که خارجی ایوان بوده که میگه من چی کنم اگر فاله رو بذارم دولت رو بذارم اگر ندانم خب مجبور میشه چون دولت خود صدا میزنه که طالب برادر من بیاید دولت و خارج هم میگه خب البته برادرش هم گفت بیاید و دیگر هم ندارم از اون صدایی که از دار دولت خارج میشه اون خارج هم صدا میکنن یه باره باید بختی ماهیت که دولت اراده کامل نابودی طالب و دایش و قایده و گروپ های طول بستر اصلا نداره تشکر وقت شما خدا حافظشون تشکر اگر امی حادثه که در قندوز شد، در قندوز نمیشد. امی در بدخشان میشد. که در بدخشان مال طالبا به خاطر لاجورد از پاکستان میان میگیرن. امی در بدخشان میشد. و با امی رقم طالبا اولادا را بگیرن و مجاهد بسازن. و اینا کلشان در یک منطقه جمع شده باشه و ما وزیر دفاع کشور باشیم. مدد تیاره را اینا میکنم. ما 20 رایی میکنم میگم درونمون محوطه اگر سگ خودم آورده سگش نمان که بره بخاطر کنم سگشم سگ اونم طالبه حالا او بدخشیش فارسی زبانه تاجکه امونمو مملکت ما را در میته این نیست که یه پشتون بود بزن پشتونه خدا نکنه اما اگر ما در قندوز هم یادسه که شد ما وزیر دفاع می بودم ما دو تا تیاره را این نمی کدم ما 20 را این می کدم و سبایش که همون مظاهره را هم کده بودن که آمده بودن که یوزل بیا مبارکی وای یوزل بیا ما در وجام را این می کدم تیاره می گفتم اگر سگ شما است نمان که از اون موته برایه بخاطر باقی مملکت در می تن اینه که این پشتونه دینمی قندوز همی تاجک می بود ازاره می بود، ازبک می بود، ما وزیر دفاع می بودم می گفتم از اون محبته سگش هم نمان که بیرو براید اروز انتحاری، اروز قتل، اروز کشتار اب 10 سال است که در اینجا عذر کده میریم که بیاد سال که تو سال نمی کنی و روز تا روز هم زیاد می کشی حالا ما آمدی که ما گریه کنیم که وی بچه اکای طالب کشته شده نه به هیچ وجه سو از این خاطر تو نیست که این مسئله قومی باشه هموطن های ما خوش داره این مسئله قومی بسازن که اینمی یگانه راه برد پاکستانه مسئله را قومی بساز قومی که ساختی گلبدین میبره طالب میبره اشرف غنی میبره کلگیش چون پشتون میگه ولی ما باید استاد شیم در پیش پشت از این نفرا از اینی خاطر است که ما نمیتونیم آقای باشین که من صدا را بلند کنم دوست از این یک دقیقه باش دوست از این باشین یک دقیقه از این خاطر است یک دقیقه دوست از این باشین آقای باشین که من صدا را بلند کنم باشین بله سلام علیکم آقای سلام دوست از این چی حال دارین؟ ساعت شما خوبه؟ بفرمایید چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر دوست از این خودم معرفی کنین بفرمایید نصر احمد هستم از ترکیه آقای نثار احمد خوشحال هستم بفرمایید. موضوع برنامه تان بود درباره چادر فکر میکنم.
یکی از دوستای ما زنگ زدن در قسمت 14. شما هم در سر از امو اگر میخواین گپ بزنین بفرمایین. اگر خواهرای ما و خواهرای ما بچه‌ها را با حجاب براین و اگر براین هم در روی بازار بگردن، خب شکل این جامعه افغانستان را که میبینیم از نظر خودم یک جامعه بیخی دگر بر چی بگویم این اصلا بیخی از چطه بر آمده، یعنی کاملا از چطه بر آمده. اگر براین هم خواهرای ما با حجاب براین، یعنی فکر میکنم که میبینند بزیرش به والا میگه ایچ ایچ طور است، ایچ ایچ طور است، ایچ طور است، یعنی کاملا کاملا بیسواد است. در جامعه ما کاملا بیسواد است، کاملا بیسواد نه بلکه گوشنه چشم و لچک، یعنی ما خود نمیده ایسی اگر باشید گوشنه چشم و لچک هستم که یعنی فکر میکنم ما یعنی که تا ای اصل شدیم، یعنی فکر میکنم هر کس که میبره با اسمانه با ایجاب میبره، یعنی ما فکر میکنم خوار مادر ما میبره، یعنی کاملا فکر نمیکنم که بیگانه است یا بود است، چرا که حیات پوش ایمان است. اگر ما پیش خود فکر کنیم یا بیاندیشیم، یعنی سوار و سپوهره ما نمیتونه برای اگر ما سر کسی روز یک آلات مزخرفات برش بگیم، سوار و سر ما میدونیم، سوار و سر ما برای خوهره ما مادر ما میبرای کاملا میبرای تو مدوم نگر، یعنی مکوه اگر ما بر تک مطلب با پشتو بر بگیم شاید دوستان میگم که چند در باشی پتا بله کاملا. ما وقتی که ما در جامعه نمیتونیم که زن گنجش فکر کنیم، مرد پشک، اگر ترکایی باشه او گنجش که زیر چادریان پرتی پشک میخوریشه، اگر بدون چادریان باشه، اگر ما امو قدره که دست جامعه سر حجاب کار میکنیم، سر اخلاق خود کار کنیم، سر راه هایی که ما خود چطور کنترل بکنیم، چطور با خود یک اخلاق بهتر ببخشیم، چطور اما تو که خودت گفتی که این می خانمی که هست ما ایره باید مثل خوار مادر خود فکر کنم، چرا اگر من ایره فکر نکنم اینی آقای دیگه که درا میره خوار مادر مرا بد اخلاق فکر میکنه یا بد اخلاقی فکر میکنه، جامعه لچک میشه. اگر ما اون موقع که سر حجاب کار میکنیم، سر اخلاق خودم کار کنیم، جامعه میشه یک جامعه با اخلاق. وقتی که جامعه با اخلاق شد مشکل کم میشه. آقای نثار احمد ترکیه تشریف دارین؟ بله. از شما یک پرسان کنم زندگی چطوره؟ ما امروز خواندم که ترکا یک حدود 700-800 نفر افغان گرفتن که میکشن و از این بعد قرارداد بسته کردن که افغانای ما را بعد از اینکه گرفتار میکنن یک چی میکنن یک بررسی صحیح و رایی میکنن. اینمی گفت ببخشی هم گفت گرفتم اینمی گفت دمی بر میخوره، این هر روبرت میگویم اگر با اینمی جمعه یک دختر زیاره یا یک کس زیاره ما ازار بده ما را دیپورت میکنن. ما کم از آمدیم در ترکیه با خاطر غریبی کدن آمدیم، یعنی اون رو سر ما پایان باشه در کار ما که یک چند برپول پیدا کنیم پس بریم با وطن خود. اگر ما در جامعه از یک مثل افغانستان یعنی تو مردم افغانستان از جامعه چی در نیده میباشن مثل زن از یک سمی مثل دوگی از یک سمی کنم وان بر پلیس زنگ میزنن یا میبرن دیپورتش میکنن. نه دیپورتی است، عمل شروع شده بود و فکر میکنم خلا شده دیپورتی، یعنی نیست دیپورتی نیست دیپورتی در ترکیه هیچ تیپ نیست. رو میتو که افغانه رو میتو قدر دارن پشم، یعنی میتو پشمان قدر دارن ترکا، یعنی که افغانه خلاص نمیکنن تا که فساد نکنن، تا که جنگ نکنن، چی فکر کنند، یعنی جنگ جلال نکنند، باید وطن جامعه خود میگه خراب کردی از جامعه ما را خلاص میکنی. همی گپ را که شما زدین امیدوار هستم که کل هموطنهای ما که تا دیگه ما مالک هستی را بشنون، بخصوصا می هموطنهای ما که نو می آین از وطن میگروزن، خواهی هم اعتیادشان بچه های جوان از در مملکت ما هم به او رقمه که زندگی کردن، فرهنگ و کلچر شکسته شده و ریخته شده ایجا که می آین، یا فکر میکنن که در این مملکت ها دخترها چوره، یا ما یک طرز تفکر در افغانستان داریم که فکر میکنیم دخترای امریکا و اروپا خدا ناکده ببخشین دو سایز فاحشه هستن، نیست و ترکایی، کاملا غلط فکر میکنین، یا که می آید باز فکر میکنن که هر کسی که دستش بگیریم باید ببریم. اینی باعث میشه که همی گپ خودت که زدی مردم ها باز فکر میکنه که یا بسیار یک لچک بد اخلاق مردم ها با پلیس زنگ میزنن و یک جامعه برای لای ما میشه. بفرمایید. یک سر گفتم گرفتم قدرش دوستان در منتظر هستن وقت استن. بله بفرمایید. اگر کمی گفت که علاقمند دستن سخت پاس یعنی بیادم شاید بر من ویدیو تسید که یک لایکت بر من رسید در مومنت بیگوستم بر من رو آتم و قبول کنم بازار چشمیدی از سخت سخت ترین علاقه من در ماست تشکر چرا
من سپاس میکنم احساس شما را. یک تشکری میکنم از موضوعات بسیار با موضوعات بسیار با موضوعات خوب فکر میکنی و اولا روی دست میگی روی کار میگیری تا که بدانی با مردم بیاده کنی یعنی بفهمانی که مردم وقت هست فعلا نصف شکست 90% ما سواد دارم 10% سواد دارم 90% ما به سواد دارم در افغانستان یعنی می بدبختی ماست که جامعه و پیشرفت نمی کنه امی نصاری که در پارلمان و در درگش اشتن یعنی چند را فکر ندارن نمیدانن که در جامعه چه قسم خدمت کنن چه قسم روش را کنن یه چه خودش را بجیب کنن و کذر پول هستن همین که جامعه ما بدبخ شده آواره شده مردم آواره شده چی در ترکیه شده چی در چی در بیتا به خود ما شما مردم خود ما شما ضرر رسانده بگه کس نمیدانن او تشکری میکنم از برنامه خاص که بسیار در موضوع خوب است روی دست گرفتی امیدوار هستم که دوستای ما این را بدانن یعنی چه قسم با مردم رفتار کنید چه قسم در جامعه رفتار کنید چه قسم برخورد داشته باشید با احترام با فامیل کس و احترام با فامیل خود یعنی کسی که در کومنت بشنم میتو نمایندگی از فامیل خود پس کاملا ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم خداوند شما را زندگی خوش بده در ترکیه و در جای دنیا که هموطنهای ما آوار هستند دوستان زیاد سلام بگوین تشکر خواهی دوست ما بود از فیسبوک گرفتم بعدا باز در فیسبوک میایم سلام دوست عزیزم بفرمایید روی خط هستین سلام آقای شفیعیان خوشحال هستم خوش شدم آقای امید سلام به شما بفرمایید اول که تشکری از این برنامه‌تون میکنیم مثل یک مکتب از برای کل هموطنهای ما تشکر واقعا از وقتی که شما این برنامه رو شروع کردین تاثیرات چه میبینیم سر مردم خود تاثیرات چه مثبت کردن بله و یک پیشنهاد داشتم گفتم شما خو بسیار کتاب ها رو نوشته کردید بله و کنزن در دیگه دارید و در راضی بدین شما هم نشست با کتاب و هر چیزم با متفقی و چیز تشریح میکنیم برای مردم تصمیش گفتم بله. اگر یک امکان داشته باشد چون مردم ما زیادتر شد و قدر یا وقت ندارن یا اصلاً که کرونچری ما مثلا یک سوال برشان خلق میشه اینا باید برن در فلانی سفاره یا مثلا ببینن که راجع به مثلا راجع به یک طلاق یا راجع به زندگی یک چیز نوشته باشه بله اینا رو گفتم اگر امکان داشته باشه اگر بی ترجمه کرونچری به شما اینطور بسته‌بندی کنیم مثلا فرست اولش راجع به زندگی تانا دومش راجع مثلا همه تو کنش اگه به در کتاب همی ترجمه شد بله شما جو کرد ما فکر میکنم یک کار بسیار خوب میباشه اما همی کار را که ما تا حال کردیم در ویدیو بازی یک خوبی داره که مردم تا بخواندن مجبور نیستن نمیتونن که گوش کنن اما میره ما باید در ویدیو باید بکنم ایره ما باید از طریق ویدیو ما باید جور کنم و ایره کوشش میکنم که جور کنم اما گپ چی یادم آمد که اگر زنده بودیم بردوزیم جامعه یکی از فراخ چاک شده و بمردیم عذر ما بپذیره بسا آرزو که خاک شده اگر که مایت یک فرصت پیدا کنم یک کار بسیار خوبه و یه نه تنها خوبه بلکه بسیار ضرور است ما این کار حتمی در فکر خود میگیرمشه بله تشکر به خاطر از این میگم که مثلا بعد در وطنهای ما هستم یک سوال که برشان خلق میشه نمیرم که برشان در کرونچری ببینم چون یکی وقت ندارم بله و دوم نمیتوان که در کدام سفاره راجع به این بیشتر بله اینا زنگ میزنن مدیده زنگ میزنن برای هم ملایی که در مسجد من کشون هسته یا برای کسایی که مربوط یعنی چیز در مسجد هست برای اونا زنگ میزنن که والا کاری شد یا ملا شد اینی روز چرا تمیری چطور از سوال میکنن بله باز بخاطر از اونا هر کی اونا رو خود دیده از دل خود اگم
کتاب اگر امیر شما جور کنید چندین ویدیو که مثلا راجع به نماز بازی راجع به مثلا زندگی انسان ها و این چیزا را اگر شما درست کنید بسیار کار خوب میشه. کاملا من این را در نظر میگیرم دوست عزیزم، به اجازه شما میرم دیگه دوستا را میگیرم. بسیار تشکر، لطف کردین. یکی از دوستای جنوشتر کده که آقای سادات جرمنی فاتحه داری چیره کرده بود طالباره، اما تنهای ما میتونن نظراتشان از ساختار فکریشان همه ترسته در این زمان امو دکانداریشان ایجاب میکنن. شما فکر کنین که چقدر نفر در افغانستان کشته میشه، چقدر مردم مظلوم کشته میشه، اما هیچ کسی یک فاتحه گیری در این مملکت ها نمیکنن، ولی فاتحه های کلان های طالب هم میکنن. اونمو ساختار فکری، اونمو ستون فقرات روابط خارجیشان هستن. اما ای که آقای سادات میکنه ای خو عقش هسته، اما کی کار زیاد کیها در اوش اشتراک کردن، اونو نفرها را برین ببینین که وا کدام رقم مردم ها که در فاتحه ها رفتن نسته گرفتن. اگر آقای سادات در اینجا اون روز که وزارها را حلال کرده بودن تبسم در اون یک فاتحه گرفته بود، با اون روز دیگه که در کابل 6 جان طفل کشته بودن جسدهایشان خانهشان رایی کرده بود در اون یک فاتحه گرفته بود، اون روز دیگه در قندهار حادثه شده بود را گرفته بود، اون روز در مزار، اون روز در اینجا، باز در اون خو ما ملامت نمیکنیم، میگیم یک آدم خوشقلب و مهربان ماست که این کار میکنه. مگر آقای سادات یعنی تو بگو که چطور تو وجدانت هم میتونی قناعت بتی که ده هیچ چیز فاتحه نگیری و برای طالبا فاتحه بگیری؟ اونمو نشان میده که شما ده کجاها رابطه دارین. ولی تا زمانی که مردم غول باشه، تا زمانی که مردم ده مگلمه که تو انداختی بیایه، گناهی تو نیست. خوی دنیا همتر هست که چیسته که تا عمق در جهان است مفلس در نمیمانه. اما وطنهای عزیزم این کدام چیزی نیست که ما این را نفهمیم یا متعجب شویم که چرا سادات بر از اونا فاتحه گرفته، و این کدام چیز مهم هم نیست که چرا گرفته یا مهم نیست. حالا که بگیره یا نگیره چی بود گفته مردم که سر پیاز یا کون پیاز یا قمیس بلخواسته پیاز کدام کار چی نیسته. باشین دوستای عزیزم، یک چند دقیقه دیگه مانده. امروز در فیسبوک خود کم مشکلات دارم دو سایز از طریق فیسبوک گرفتن نمیتونم، اما تلفن های چه خودم میگیرم. یک مشکل چی دارم ولی به هر حال اگر شما زنگ زدین میگیرم، اگر نه از فیسبوک خود میبرایم باز فیسبوک های خودم میتونم بگیرم. این بسیار خوب. آقای جمالزاده سلام عرض میکنم. یک دقیقه جمالزاده صاحب شما یک دقیقه باشین. این حال بفرمایید جمالزاده صاحب. سلام علیکم محترم ایا صاحب. سلام علیکم، خوب هستین انشاءالله؟ خیریتی است؟ الحمدلله در رب احسان از اخوال در امین دک سلامونه اخوال در وطن اخوال در ولس اخوال بیچاره ملت استاد سلیدون که اولیدون که استاد وزور دورندی کن. تشکر. او زه یو تبریکی ویم در خپل در هوایی داگر زوانان تو او شهزادگان تا چی در بیدین در خنزیر طالبان چی پا تلویش کار نکی چی در دموش کشنیان دموش سیاسری دموش مرتبون دموش چرکون در بیدین خیلی در خیلی خوی در دموش دفعه در اتخار زید او زه خپل در کندهار بعد دوران در خپل در ملت با افغانستان و ولست در تبریکی ویم چی در خنزیر طالبان یې دای مردا کوي او دا د تو محترم یې ارسته چې په افغانستان کې دغه رقم دغه بیدونه طالبان سره ونې کې نه کېږي. طالبان د دوو شیو نوکر دی، غلام دی، یا د پیسو غلام دی، یا د تریاکو غلام دی، یا د زور غلام دی. دوی د پنجاب خلک اوس په دغه طالبان کې دوی خوسو اعلان وکړي 50 کسه ولیکن دا څه نهشته محترم یې ارسته. کاریبان الان دست داد مش کاریبان پسیم انا والی تقریبا یه اون سال اولیان نقل داد تالیبان رو در سوری
دهته دستو وایم یو څه لګیا چې لا غړو په دې د جنازې ورته د ګورن اپ کړی چې د انکل دی اوفیشال غړو ور پاکستانيان پنجابیان دغه د سبت اسلامي د کتاب نه دي دا خلک دا غړو کې د نه خلک چې د ایس ای سره څنګه پر څنګه ولاړ وو د ایس ای چې د سوره افسی د ایس ای چې بیا عمل افسی د زما دی ګناه خلک به راشي د نه وای دا د خپل د انتخاب ځای د زما دی ته کوم کار محترم یا صاحب چې دا څه کار د موږ د نړۍ د موږ اوبای دغه د موږ اسکران د موږ نور حکومت پر دا کې د طالبانو باندې دا کار وکړي په افغانستان کې تک تولا کوي نه کومل دا خطر طالبان دی اوس د یو خبره تا وکړي دا صادق په باور کې دا صادق د دې دی چې د دې سره د دې خپل دین نه لري دې درته ودوګل ما ټول ته ټلیفون نه ورته کوي جواب نه کوي ما راته د قران په شریعت په شریعت د رسول الله مبارک حضرت صلی الله علیه وسلم د قران په دې ساده دغه کوم چې ته څنګه مسلمان یې کدا په مسلمانې را ثابته کړي زه د خدای په نام د هر دین چې توا ځای دین کوم دې مسلمان ولا کی د دې دین د دې د دې د ګل دې نه د چې دا د نو خو دې د دې د پاتې دې چې مې کیږي دې لا وی ګری ورته کړي مو تر مې اچا دا د مشتر خلکو د مشتر بي ګناه خلکو د په انت کتن نه دا د مشتر ګناه خلک چې نه اوسه فکه دې موږ بي ګناه خلک شي نه په کندهار کې موږ بي ګناه خلک شي نه په بلمر کې موږ بي ګناه خلک شي نه په عراق کې موږ بي ګناه خلک شي نه دا د دې نه طالبان دا د دې نه سادات لکه دا د دې نه سادات تر واکه چې یو پاتیا نه دا ژبه نه څه وایي چې دا شر دا طالبان خو شکر ولاګه کوي نه دا ګټه دې نه خلک دې محترم یا سر او یو بل دې نه مولي په دې کې یوټیوب کې ما یو کلیپ ولې چې موږ دا موږ دا محترم ایوب سره دې دغه کې پنان دا کلیسا دې دا پالما کې دې بله ما دې ده مولا او دې دې یو ډېر ښه بسړې دې دې دا دې دې ورور په راکو مو کې دغه کې ورور ما ته ټول چې ورور ما او څنګه ته چک نه ما او څنګه زره نه ما او څنګه وزبک نه چې ما او څنګه ترکمن نه چې په خپل حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی مو څنګه کولای شي دا په قران په قران ناموس په بایلو ام په وطن بایلو ام په ګرد ځان بایلو او دا او دا کاریس دا کاریسا ته کله کار شي تر دوته وایم دا ما اواز امریکا یا او دا به بيدنا او ته ته ورو ده بيدن بيدنا تر درې ما کوا دا وا کو تا به اصل پښتون ته ورو کول جوړ تر شغالي محترم اماین او ماین باندې ولې ګټه دي زما کور چې کډر شپ ته دغه سولې زما کور یو به سپته ول زما کور را لاله مې زما نې تر دغه سولې د خدای نه مې څه پتا او ته اوی نه مې څه وره خو مې نه مې دغه یو کله وتا ته وره خو بیسه وره کریسا تا ته ور ځم ته مې ور پنجاب ته پنجاب نو کران ته شي دی ور ور د توش کار کې دی نو څه مزه دا ته لاس غځوم په د خدای ور ته وکړه ما ته دغه ما سره توه نه وکړه دا د بیت نه طالبان چې ما خلک ور ور په مسجد کې شي دی نه شي شي دني زما سره کوم له سره کوي زما مكتبونه له سره کوي ورور زما ګره تر کوم زه غته لا خدوم چې غځوم چې ما سره سوړ نه وکړ او زه خپل شما کنه سم کوی خو د تاجو کوم چې زه دا خایښت نه کوی خدای له دې چې په دا باندې وکړې شیطان ته د شیطان بچې ته مسلمان ولا کې او دا یوه سره چې ایوب صاحب ته راځي دا وګه دا یو قران آیات او چې کوم سم څه کړ او ته دا خپل ساده فار دی په دې چې تاسو غوښنه وروره تاسو غوښنه نه لري تاسو تر قرآن باندې پټه ته د ناک تر بدلې کې ته دین نه لري ته مسلمان ولا کې هغه څوک چې طالبان ما در پر ځای هغه څوک چې د طالبانو سره همکاري کوي هغه دین ولا کې لري په دې چې ما وطن د خراب کړی ما خلک نه خراب کړی ما خلک راشي دین محترم یا صاحب ما کاش که کل هم وطنان ما گپای شما را بفهمند یک تیاد میفهمه آقای جمال زاده یک تیاد نمیفهمه بسیار وقت زیق است که ما میره ترجمه کنم اما جناب جمال زاده میگه اینمی کسایی که در قندوز کشته شد کل از یا مردم بیدین بودن اینمی مردم است که اولاد ما را میکشن ناموس ما را میفروشن وطن ما را میفروشه اینمی طالبان نوکر چند چیز است نوکر تریاک است نوکر بچه بازی است و نوکر پیسه است با اینا سل راه حل نیست با اینا تنها اینمی کاری که در قندوز شد راه حل و این را کاملا درست میگن و در قسمت آقای سادات میگه یک بدینه ما بر از زنگ زدیم که به اساس قرآن و همی احادیث نبوی
امرایش بحث کنیم جواب نمیده و راسی هم همونطوره است وقتا یک ذره شیرک بود چی میکرد حالا پشت خود در داده جمالزاده سر بزید ما بسیار خوشحال شدم دیر منم خدا حافظ شما خدا حافظ شما دوستای زمین برنامه تقریبا به آخر میرسه اگر که یک تلفن دیگه از شما گرفتم میگیرم اگر نه دیگه شاگردای تنبل بارم تا از پیشتان چی میشم دوستای زمین برنامه را شریک کنین از شما بسیار سپاسگزار هستم که یک کد زحمت میکشین یک لاین دیگر رو میگیرم دوست عزیزم بفرماین روی خط هستین کتا خود معرفی کنین روی خط هستین دوست عزیزم ولی خب این دوست ما امرای ما رابطهشان تامین نشد دوستای عزیزم تا هفته دیگر که ما در خدمت شما میباشم شما را به خداوند بزرگ میسپارم تشکر از هر دقیقه که دیجه شما بودین با من.